آریا جان سلام. آریا نیلوفر بعدم گاد از نوور بعدم تموم. درود آرمین جان، خوب هستی؟ ممنون، خوب هستین شما؟ مرسی، متشکرم. صدای من خوبه؟ بله صداتون خوبه. خب خیلی عالی. من قبلا یه بار باهات صحبت کردم، گفتم من کلا با خیلی از حرفای تو چیز دارم، به اصطلاح به نظرم اشتباهه خیلی از حرفا، ولی خب سری قبلی فکر کنم یکم موضوعات زیاد بود، خوب نتونستیم درباره هر کدوم از اینا صحبت کنیم، برای همین من این دفعه گفتم یه مقداری خلاص‌تر صحبت کنیم. توی سری قبلی اگه میشه کوتاه بگو چون من باید 20 دقیقه دیگه برم نیلوفر و گاد از نوورم منتظرم. خب یکم بریم وقت بده دیگه بتونیم یکم صحبت کنیم. سعی میکنم ولی من آخه باید کار دیگه هم دارم، ولی بگو سری. اگه میشه برو سر اصل مطلب سری. دقیقاً خب من همیشه میشه. اوکی. ببین من ما سری قبلی درباره ادبیات مذهبی صحبت کردیم و من حتی برگشتم یه بار دیگه جواباتو گوش کردم اینا. به نظر من منطقت اشتباهه و به نظر من اصلا دلیل منطقی نبود این چیزی که تو به من گفتی. موضوع بحث چی بود؟ درباره ادبیات مذهبی بود و استفاده از کلمات مذهبی در زبان فارسی. من میگم سلام. نه سلام بله. سلام الزاما مذهبی نیست، سلام یه جوری عربیه. میگم خداحافظ. آره خداحافظ، انشالله، ماشالله، خدا کنه، خدا به خیر بگذرونه، صد تا از این چیزهایی که در زبان فارسی هست و همگی از دیدن بی نهایت افتضاح هستن و فقط و فقط منحرف کردن ذهن جامعه به سمت مذهبی بودنه. تو به من یه مثال زدی، گفتی که آیا مثلا تو به دیو اعتقاد داری؟ من به دیو اعتقاد ندارم، ولی این مثالی که تو زدی مغلطه تمثیل نابجا هست، به خاطر که هیچ کس تو دنیا دیو و جدی نمیگیره که بخواد، یعنی دیو به دنیا ضرر نزده مثل کلمه خدا، مثل کلمه دین، مثل تمام این جملات دینی که در واقع چیز هستن. در ضمن توی حرف من هر وقتی دوست داشتی بپر بخواد، که من میدونم صحبت من همیشه موافق پینگ پونگ هستم، یعنی یکی میتونیم باشه. یه مثال دیگه میزنم، کریسمس مثلا. خب کریسمس مال یک دینی هست که الان هنوز هست و هنوز هم برای دنیا داره، خیلی از دنیا داره جدی میگیره و خیلی هم هزینه داره برای دنیا، ولی خیلی کسایی که به خدا اعتقاد ندارن و مسیحی نیستن کریسمس رو میتونن، تفریحات کریسمس رو میتونن سلبریت بکنن، با اینکه این یه چیزی که از دین مسیحیت اومده، بدون اعتقاد به مسیحیت میتونن از مراسم کریسمس لذت ببرن و تفریح بکنن بدون اینکه باعث جدی گرفتن دین مسیحیت بشه. این مثال دیگه، مثالی که برای دینی باشه که جدی بگیرن. نه من موافق نیستم، به خاطر اینکه مسیحیت هم الان در دنیا یه دین نسبتاً شکست خورده ای هست که داره به سمت پایین میره، تعدادش در دنیا در حال کاهشه. شما فقط آمریکا و اروپای غربی رو نگاه میکنین، فکر میکنین مسیحیت دینی نیست که دینیه که شکست خورده. به هر صورت مسیحیت دینی به شدت هزینه داره برای جهان و دنیای مسیحیت به شدت قوی هست. آمریکای جنوبی، تو آفریقا، تو فیلیپین، هزینه هایی که توی اروپای شرقی، هزینه هایی که مردم به خاطر دین مسیحیت میدن هنوز به شدت زیاد هست. به هر صورت منظورم اینه که مثلا شما اگه تاریخ رو نگاه کنید میبینی کشورهای مسیحی خیلی هاشون از مسیحیت تونستن رشد کنن به سمت سکولاریسم و این چیزا، ولی کشور مسلمان نتونستن. اسلامو نباید با مسیحیت به نظر من مساوی گرفت، اسلام اصلا فرق داره با مسیحیت. ما داریم درباره اصل موضوع اصل بیان شما اینه که ببینید، شما الان حرفتون رو پرسواز کردین. شما گفتین که دیو ما نمیتونیم بیام قبول بکنیم، یعنی که دیو کسی جدی نمیگیره. بعد اومدم خب یه دینی رو مثال زدم که دارن جدی میگیرن، بعد شما حالا دوباره اومدین هفته نواز میگیرن. پس ملاک اینه ببین، نه ببین هفته نواز هم جدی نمیگیرن. خب منم دارم مسیحیت رو به شدت جدی میگه، کریسمس رو زیاد جدی نمیگیرن، یعنی منظورم کسی خب. کریسمس اونقدر مذهبی نمیبینه، ولی تو ایران فرق داره. ببین چی شد پس بعضی میتونن مسیحیت رو جدی بگیرن خب، ولی کریسمس و مسیحی حساب دیگه نکنن، دیگه به طور سکولار به کریسمس نگاه بکنن، نه به طور دینی. یعنی تونستیم ما کریسمس رو تونستیم از مسیحیت بدزدیم خیلی جا، یعنی ما تونستیم
کریسمس رو سکولاریزه بکنیم. خب پس ما میتونیم مثلا کلمه خداحافظ رو توی ایران، اکثر کسایی که کلمه خداحافظ رو استفاده میکنن فکرشون به خدا نیست، وقتی میگن خداحافظ دارن فکر میکنن دارن میگن بدرود، دارن این فکر بزنن شده. یعنی ما کلمه خداحافظ رو مثل کریسمس سکولاریزه کردیم، از دین دزدیدیمش، کردیمش کلمه خودمون بدون که معنی خدا داشته باشه. نگاه کن کریسمس یه جشنه، ولی مثلا از اسلام ما چی میخوایم بدوزیم؟ مثلا اسلام چی داره که بخوایم ازش چیزی رو بدوزیم؟ ما از خدافظ که اسلام نیست، خدا که خدا، یعنی یک فقط کلمه خداست. خب یه کلمه خدافظه، پشتش نمیدونم انشاءالله میاد، پشتش ماشاءالله میاد، پشتش نمیدونم خدا کنه میاد، امید بس. مثلا تمام این جملات همش امیدهای واهی هستن که به جای منطقی بودن یک زبان مثلا فارسی اونو به سمت مذهبی بودن کشونده. من برای چه یه مثال بزنم که خیلی اصلا شباهت داشته باشه با هدفی که من دارم. ببین من به نظرم سکولاریزه کردن هم مراسم و هم کلمات دینی اصلا دین رو ضعیف‌تر میکنه. خب شما قبل از اینکه انلایتمنت بشه، عصر روشن قاسم هستی چی میشه؟ عصر روشنگری، درسته؟ عصر روشنگری، آره. روشنگری. قبل از عصر روشنگری ما یه رنسانس داشتیم. یعنی اول رنسانس شد بعد ایج آف انلایتمنت. خب توی رنسانس اگه نگاه بکنین چیزی که باعث شد یعنی چنگ دین کنده بشه، چی میگم دیفنگ چی میشه، مثلا دندونای چیزی که دندونای دین رو ازش کشیدن این بود که ما از سیمبول های دینی و از عقاید دینی، از موزیک های دینی، از نقاشی های دینی برای گفتن حرفای ضد غیر دینی و حتی ضد دینی استفاده شد. خب یعنی ما، یعنی شما بیاین تو اصل رنسانس نگاه کنین، چیزی که باعث شد که دین تاثیرش تو جامعه به اندازه‌ای که کم بشه که جا رو باز بکنه برای ایج آف انلایتمنت، برای اصل روشن فکری، روشنگری، ضعیف کردن قدرت دین برای تبلیغ عقاید غیر دینی بود، ولی عقاید دینی که به طور قاچاقی با شکل‌ها و لغت‌ها و هنرهای دینی اومدن وسط زمین. خب یعنی مثلا کسایی که میخواستن رقابت بکنن با کلیسا با همون عکسای مسیح و نقاشی‌های مسیح و شعرهای دینی و اینا، حرفای ضد اتوریتی اووردن، همینجوری گذاشتن توی از در عقب اووردن تو. خب ما میگم وقتی ببینید من از من سکولاریزه کردن دین دقیقا به خلاف اصلاح کردن دینه. خب دو تا چیز هست مردم ما هم قاطی میکرده، دین اصلاح شدنی نیست، خب ولی سکولاریزه کردن دین معنیش اینه که از دین نیست چیزایی رو دزدیدن و غیر دینی کردنشونه. خب این این دین رو ضعیف میکنه. ببین یعنی من نمیفهمم، یعنی تو داری میگی اگه ما داخل جملات فارسیمون کلمات مذهبی رو بیشتر حتی بیاریم این باعث ضعیف شدن دین میشه؟ نه ما از میدان، ببین ما اگه اصلا توی سنت و آداب و نه فقط کلمات، همه چی، آداب و رسوم و دین و ببین مثلا یه چیزی هست توی آمریکا، کسایی که مسلمون بودن دیگه اسلامو گذاشتن کنار، اینا یه عید فطر، عید قربونشون، خب یه عید قربون حرام دارن. خب یعنی میگن که همون کار مسلمان‌ها رو ما میایم میکنیم، همون عید ما عید میذاریم، ولی هر غذایی میخوریم باید حرام باشه. خب و میان جشنشون رو میگیرن، مثلا الکل و همه چی باید توش مثلا این مقدار خوک باشه، یه چیز یه کار و یه کاری هم که میکنیم حتما بایدش حرام بشه، و اینا یه پارتی میکنن که همون مثلا عید مبارزه است. آره من ببین من میگم که اینا رو ما اگه یه مشکل دیگه هم هست. ببین بعضی موقع ها این مشکل تو ایران کمه، ولی توی خیلی کشورهای اسلامی دیگه خیلی کسا هستن که میخوان از عقاید اسلامو براشون غیر منطقیه، ولی هویت دینیشون رو نمیخوان بذارن کنار. خب یعنی ببین تو ایران انقدر مردم انقدر اصلا از دین زده شدن که هم عقاید دینی رو میخوان بذارن کنار، هم هویت دینی رو. خب ولی تو خیلی جاهای دیگه دنیا مثلا یه چیزی که من دیدم اینه که هویت دینیشون بهشون احساس مثلا یعنی اسلامو میخوان بذارن کنار، مثلا به خاطر اینکه منطقی نیست، نه به خاطر اینکه از اسلام زده شدن. یعنی هزینه ای که مثلا تو مردم ایران دیدن از اسلام، اینا از اسلام ندیدن، ولی از منطقی بررسی کردن دیدن که اسلام مثلا نمیتونه درست باشه، برای همین اون احساس خاطراتی رو که با اسلام دارن، که با خانواده‌شون، با محیطشون، خاطراتی که همه اینا رو میخوان نگه دارن، میخوان تو این کامیونیتی بمونن، هویتشون رو میخوان نگه دارن،
یه روشی که وجود داره اینه که ما نشون بدیم که ببینید شما تا وقتی که اعتقاد نداشته باشین به اسلام، خب آداب و رسوم اسلام هزینه نداره. اسلام فقط موقعی هزینه داره که شما اعتقاد داشته باشین این چیز درسته. خب ما اگه یه نفر مسیحی نباشه ولی کریسمس رو سلبریت بکنه، کریسمس رو سلبریت کردن هزینه نداره، برای اینکه این فکر نمیکنه که خدای وجود داره که بتونه بیاد مثلا شستش مغزش بده، مثلا بیاد یه کاری بکنه که نباید بکنه. تو فقط چیزایی که ضرر نداره رو میاد انجام میده. ما باید بتونیم به دنیا نشون بدیم ببینیم ما میتونیم از کلمه ان شاءالله استفاده کنیم و خدا هم اعتقاد نداره. نگاه کن اصلا شما صحبت کردن منطقی با صحبت کردن غیر منطقی فرق داره. مثلا شما همینقدر که مثلا یه نفر بخواد نمیدونم بگه انشاءالله خدا کنه این چیزا، یعنی اینا امیدهای واهی ضرر داره برای یه جامعه. ولی حالا من دو تا موضوع کوچولو من کسی بگم. کسی که میگه انشاءالله، کسی که میگه انشاءالله و به خدا اعتقاد نداره، با اصلا معنی اون انشاءالله عوض شده. ببین مثلا توی ستار وار مثلا ما وقتی کسی که اصلا چه چیز غیر ممکنه، کسی که به خدا اعتقاد نداشته باشه به نظر من اصلا وقتی میگه انشاءالله یه داره دروغ میگه، یعنی داره یه جمله داره اشتباه استفاده میکنه دیگه، این جمله غلطیه انشاءالله برای چی؟ نه برای اینکه کس ببین، خب تو ببین این منطقه تو عوض میکنی. چون من گفتم که یه نفر که به خدا اعتقاد نداره میتونه بگه Thursday که میشه پنجشنبه، خب این معنیش نیست که به Thor خدای Thor اعتقاد داره. Thursday یعنی پنجشنبه، به زبان انگلیسی یعنی چی؟ میشه Thursday یعنی روز خب پس ببین، پس تو الان به این منطقه تو عوض میکنی، سمبولیکه. یعنی یه کسی میتونه یه اسم خدا رو بیاره ازش هم از اون کلمه هم استفاده کنه ولی به خدای سور اعتقاد نداره. نگاه کن وقتی یه چیزی باشه که دیگران جدی بگیرنش، مثلا نگاه کن اصلا خب مسلمان میدونم نه میگی ولی عوض کردی ببین عوض کردی گفت ببین الان از یه منطق میپری به یه منطق دیگه. تو گفتی که این اگه یه نفر به خدا اعتقاد نداشته باشه کلمه الله استفاده بکنه این داره دروغ میگه، برای اینکه به الله اعتقاد نداره. چرا میگه الله؟ بلکه من مثال زدم، یه مثالی که مثلا خدای سور رو مثال زدم. الان اون منطق اولی رو که گفتی که بس برای همه دنیا عوض شده نه برای یک نفر، درسته؟ ولی تو ببین تو از یه استدلال ببین، من یه استدلال میاری، مشکل استدلال رو میگم، بعد به جای که از اون استدلال استفاده کنی، من عوض نکردم، نگاه کن به جای که از اون استدلال طرف دفاع کنی میپری روی استدلال دیگه. یعنی من وقتی که مثال Thursday زدم، مثالی رو زدم که اون استدلالی رو که گفتی که یه نفر اسم الله میاره حتما باید به الله اعتقاد داشته باشه، من برای اون استدلال مثال Thursday رو زدم. درسته. برای استدلالی که تو گفتی که اسلامو جدی نمیگیره اون وقت کریسمس رو مثال زدم. بگم. درسته، من اینو فهمیدم تو چی داری چی میگی، ولی کلمه Thursday کلن عوض شده، یعنی برای همه عوض شده. کسی فکر نمیکنه Thursday یعنی روز تر، ولی انشالله ماشالله این چیزاییه که همه جدی دارن میگنش. برای مثال من 20 سال توی ایران زندگی کردم، من 20 سال تو زندگی کردم، من به من میگفتن ماشالله، من هر کسی به من میگفت ماشالله اصلا فکر خدا رو نمیکرد وقتی نه من... الله کلمه الله و این چیزا رو مردم جدی نمیگیرن اصلا، به خاطرش این همه آدم میگیرن. ولی وقتی میگن ببین همون عمه من که مثلا میدید من مثلا رتبه فلان کنکورم مثلا خوب شد و فلان اینا، میگفت ماشاءالله، اون موقع حرف دینی نمازش رو میخوند، اون موقع داشت کار دینی میکرد. ولی توی ایران وقتی یه نفر میگه ماشاءالله منظورش آفرینه، ماشاءالله رو میدونم اونو که توی ایران ولی... توی ایران وقتی یه نفر میگه ماشاءالله نمیگه که باید ما باید به الله تبریک بگیم، نه به تو، به خاطر اینکه آرمین کاری که تو میکنی به خاطر خودت نبوده، از الله اومده. کسی همچی فکر رو نمیکنه توی ایران وقتی میگه ماشاءالله. توی ایران وقتی یه کسی میگه ماشاءالله تو ذهن خودش معنی ماشاءالله همون آفرینه. خب این که معنیشو که همه میدونن، ولی من دارم اشاره میکنم به کلمات مذهبی که داخل لغات ما هست و مثلا و خیلی جدی گرفته میشه از توسط خیلی از آدما. اصلا ببین نگاه کن، من توی عمرم با خیلی از مسلمان‌ها صحبت کردم این چیزا. الان مثلا به جای انشاءالله مثلا میتونیم بگیم امیدوارم، خیلی کاری نداره، این چیزا آدم میتونه عوض. من اتفاقا میگم ماشاءالله انشاءالله که حساسیت زدایی کنم. خب این یعنی اگه شما مثلا اگه شما راهت با راه مسلمونای دیگه یکی باشه، فرقت با مسلمونای دیگه چی میشه؟
خب یه چیز دیگه هم هست، مسلمان ها آب میخورن، منم آب میخورم، پس من خیلی مشکل هست دیگه اینها. خب اون آب خوردن مشکلی نداره، ولی اون ماشاءالله اشکال داره. خب نه، ولی شما میگین که مسلمان ها این کارو میکنن، این کارو میکنن، من به یه دلیل دیگه. ببینین حتی خود مسلمان ها وقتی میگن ماشاءالله، منظورشون هم ماشاءالله که میگن نیست. خب ولی من میگم درسته. دلیلمون فرق میکنه. خب من اگه میگم ماشاءالله ان شاءالله سلام خدافظ، به خاطر اینکه من کارم حساسیت زداییه، حتی بین بی خدایان نگاه کن من... مثلا اصلا بذار من برات این مثال بزنم. مسلمان اولا اندیش که از هر چیزی استفاده که میکنن هیچی سوء استفاده هم میکنن. الان مثلا اینشتین یه کلمه خدای اسپینوزای مسخرهشو مثلا به کار برده، الان 100 سال بعد از عمرش هنوز که هنوز تمام مسلمانای ایران دارن از همین کلمه خیلی خیلی ساده اینشتین بله. شما مثلا داری میگه تاثیر نداره، خب کجا تاثیر نداره؟ شما داری میگی خب نه ببین اینشتین کاری که کرد اشتباه بود، به خاطر اینکه درست یعنی وقتی که اومد مثلا گفت God plays dice، خب doesn't play dice، نیومد به طور شفاف بگه که من به خدای پرسونال اعتقاد گفت ندارم. ولی اصلا کسی براش نه آریا گوش نمیکنی، اولش نگفت، بعد که دید که چقدر همه دارن حرف تو دهنش میذارن اومد بعدن گفت. همون موقع باید میگفت. خب همین سوء استفاده است. ولی من همیشه دارم من تو فکر میکنی کسی فکر میکنه که من غلط بوده. منی که جمهوری بی خدایان رو شروع کردم، شما فکر میکنین چون میگم ماشاءالله انشاءالله یه کسی ممکنه بیاد بگه که آها آرمین فکر کنم به الله اعتقاد داره. الان بعضیا هستن مثلا داخل کامنت ها مثلا حتی مثلا میگن تو اصلا آتئیست نیستی، مثلا میگن تو آگنوستیکی، به خاطر این میگن که مثلا من باید بیام حرف من کسی رو من که کتاب نوشتم درباره اینکه چرا خدا وجود نداره، جمهوری بی خدایان رو شروع کردم، کسی که میاد ادعا میکنه که آرمین به خدا اعتقاد داره چون میگه ماشاءالله، من باید بیام اونو جدی همش کسی رو جدی نه نه بگیرم. مثلا به خاطر مثلا حرفا درباره مثلا موضع مثلا آگنوستیک میان میگن مثلا نه آرمی مثلا میگه که نمیدونیم خدا هست یا نیست، مثلا موضع آگنوستیک رو به تو میدن فقط به خاطر این که مثلا فرض کن تو یه دیدگاه فلسفی مثلا آگنوستیک براشون معرفی کردی. یعنی منظورم این سوء استفاده های خیلی خیلی واضحه. مثلا من که میدونم مثلا موضع تو درباره این موضوع چیه، ولی میگم آدم باید لغاتش رو درست استفاده کنه که مورد سوء استفاده و اشتباه فهمی دیگران نشه. من دارم اینو خب من خب ببین من هدف هر چیز نیلوفر من میمونم، نگران نباش. من بعد از این دیگه باید برم سراغ نیلوفر و God is nowhere. خب من خواستم درباره جهان وطنی هم صحبت کنم. نه اون یه روز دیگه خب اون یاد باشه یه چیزی بگیم. آریا جان ما هر چیزی رو بگی، من تجربه‌ام نشون داده که هیچ چیزی نیست که من بگم و قابلیت سوء استفاده نداشته باشه. خب ما باید سود و هزینه حساب بکنیم. ولی خب؟ بر من اتفاق نمیفته. خب نه خب شما که باشه، شما روش خودتون ادامه میدین. من یکی از مشکلاتی رو که من چون یکی از فعالیت هام حساسیت زدایی رو فقط تو دیندارا نمیخوام انجام بدم، من حساسیت زدایی رو میخوام توی بی خدایان هم وقتی میبینم میخوام انجام بدم و یا تو گروه براندازای هر جا. خب وقتی میبینم من وقتی که میبینم میگم سلام، همه بر میخوره بهشون میگن این عربیه، یا میگم خدافظ میگن خب خدا چی میگن دیگه اصلا... مثلا فرض کن سلام عربیه بزار... گفتی دیگه آریا جان من فهمیدم. خب من وقتی که مردم حساسیت دارم من کلمه عربی استفاده میکنم، به نظرم این نژاد ستیزیه. من اتفاقا بیشتر میگم سلام که حساسیت تبلیغ حساسیت زدایی بکنم، یعنی مثلا و علیه نژاد ستیزی هم فعالیت بکنم. یک کلمه خدا هم گفتم، اگه میگه ای آرمین تو خدا اعتقاد نداری پس نباید بگی خدا، اتفاقا اینو بیشتر میگم برای اینکه شما تعصب دارین به خدا ناباوریتون. من باید علیه تعصبم اصلا معنی تعصب این نیست به نظر من. ولی مثلا اگه نگاه کن، اگه منطق این باشه که آدم به حقیقت اهمیت نده، یه مسلمون هم میتونه بشینه 2 ساعت کامل با شما صحبت کنه فقط به خاطر این. مثلا بگی آقا تو اصلا حتی بهش ثابت کن بگی آقا اسلام اصلا غلطه، میگه خب حالا ممکنه هم غلط باشه ولی به من چه ضرر رسونه؟ 2 ساعت میتونه برای تو توضیح بده و آخرش هم باز همون آش و همون کاسه است. کاری شما نمیتونی بکنی باش، یعنی ذهنش عوض نمیکنه. من که فعالیتم نشون داده که اینا تاثیر مثبت داره، حالا شما میگی نداره، ولی من باید برم سراغ نیلوفر. دفعه بعد بیا درباره وطن چی تو خاطر درباره صحبت کنی. جهان وطنی که من خیلی افتضاح میدونم تو ایران بعضیا مود کردن. آها خب من به این اتفاقا اعتقاد دارم که بله اینم میدونم. مرسی از وقتت، استفاده کردیم. خیلی ممنون. قربانت، خوبی داشته باشی.